امروز در واشنگتن رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز از افزایش نگرانی واشنگتن نسبت به تحولات اخیر در برنامه هسته‌ای موشکی دوربرد ایران خبر داد. گیتس در میزگرد کمیته بررسی افزایش بودجه گفت همچنان که آنان در زمینه غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت می‌کنند، نگرانی ما هم نسبت به ماهیت مسئله ایران افزایش می‌یابد. گیتس اضافه کرد که نگرانی آمریکا و اسرائیل با توجه به عدم تمایل ایرانیان به کند کردن، توقف یا حتی ابراز آمادگی برای گفتگو پیرامون برنامه‌های آنان نسبت به برنامه هسته‌ای تهران افزایش یافته است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که ایالات متحده وقایع پیرامون انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران از جمله تظاهرات وسیع خیابانی در تهران را با دقت پیگیری می کند. تعداد کثیری از طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رقیب اصلی او میرحسین موسوی در آستانه رأی‌گیری تجمعات بزرگی در سراسر کشور ترتیب دادند. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی در این زمینه که آیا آمریکا وقایع ایران را دنبال می کند اظهار داشت بله ما از نزدیک دنبال کرده ایم. هنگامی که از وی پرسیده شد که آیا با توجه به هیجان و مناظراتی که پیرامون انتخابات در ایران در جریان است دلگرم شده است، ایان کلی پاسخ داد بیان آزاد و قانونی همیشه به من قوت قلب می دهد. فرستاده ویژه آمریکا به کره شمالی دیروز گفت که واشنگتن هر آنچه امنیت آمریکا و متحدانش ایجاب کند انجام خواهد داد، اما برای هجوم به آن کشور کمونیستی منزوی نقشه نکشیده است. استیون بازورث در ضیافت سالانه جامعه کره در نیویورک گفت اتهاماتی که کره شمالی عنوان کرده و گفته است که آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی آن کشور در واکنش به تجاوز آمریکا بوده است صرفاً بی‌پایه و اساس است. بازورث گفت ما قصد نداریم به کره شمالی حمله کنیم و یا رژیم آن کشور را به زور تغییر دهیم و این حقیقت را بارها روشن ساخته‌ایم. بازورث افزود که آزمایش هسته‌ای کره شمالی و تهدیدهای آن کشور علیه همسایگانش تحریک‌آمیز است و امنیت خود آن کشور را تخریب می‌کند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com